سلام بیبی، ماهتون امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام راجع به مراقبت‌های بعد از تزریق ژل باهاتون صحبت کنم. مثل همیشه اگه به موضوعات پوست مو سلامت زیبایی علاقه مندین، چنل تو هم سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و هر سوالی داشتین تو قسمت کامنت برای من بنویسید. بچه‌ها، ژل تو بازار انواع مختلفی داره. برخی از ژل‌ها بر پایه هیالورونیک اسید هستن که به طور طبیعی تو بدن وجود داره. اثرشون بیشترشون موقتیه، در حالی که یه سری ژل‌ها داریم که دوامشون بیشتره و از نظر متخصصین خیلی این ژل‌های خوبی نداره، چون باعث بروز عوارض احتمالی تو بدنتون میشه. مراقبت بعد از تزریق ژل اینجوری که بعد از اینکه شما تزریق ژل انجام میدید، در 24 ساعت اولتون لبهاتون ممکنه حساس و مرتهب بشه. به خاطر همین از انجام هر گونه فعالیت سنگینی استفاده از محصولات آرایشی باید روی لبتون خودداری کنید، چون این قضیه باعث تشدید تورم و ایجاد تحریک پوست لبتون میشه. برای کاهش کبودی و تورم میتونید از کمپرس سرد استفاده کنید، قدردان کیسه های یخ روی لب به مدت 10 دقیقه و بعد استراحتش به مدت 20 دقیقه تو کاهش تورمتون خیلی نقش داره. بعدی رژیم غذایی هستش که رژیم غذایی با خوردن مصرف مایعات فراوان استفاده میشه که باعث هیدراتیسیون بدنتون میشه و این قضیه باعث میشه که کلا لبتون کمتر دچار التهاب و ورم بشه. شما میتونید تو این بازه زمانی سوپ و اسموتی بخورین که باعث میشه که کمتر لبتون دست ورم بکنه. بعد از اینکه شما ژل لبتون رو تزریق کردین، ممکنه برخی از علائم مثلا خودشو نشون بده، مثل قرمزی، سفتی بیش از حد لب. اگر که دچار دردهای غیر معمول یا عفونت شدین، مثل ترشحات زرد، سبزرنگ، گرمی و قرمزی خیلی شدید، باید حتما به دکترتون مراجعه کنید. عوارض جانبی تزریق ژل لب، تورم و کبودی و قرمزی تو ناحیه تزریق، بچه کاملا طبیعیه. معمولا همین عوارض تا چند روز ادامه داره و بعد بهبود پیدا میکنه. اما اگر که دچار عفونت شدید، خارش شدید داشتید، شما حتما آلرژی دارید یا ژلی که برای شما تزریق کردن ژل خوبی نیست. این قضیه خوب باعث میشه که لبتون مشکل به وجود بیاد. بعد از تزریق ژل لب شما میتونید برای کاهش درد یه سری داروها بخورید. اولیش استامینوفن هستش که برای کنترل درد ازش استفاده میشه، چون احتمال افزایش و خطر خونریزیش نسبت به آسپرین و ایبوبروفن معمولا کمتر. بعدی آنتی هیستامینه که در صورتی که شما تورم خیلی شدید داشته باشید یا واکنش آلرژیک بدنتون نشون بده، آنتی هیستامین باید مصرف کنید. بعدی آنتی بیوتیک، اگر که نگرانی از بروز عفونت دارید، معمولا آنتی بیوتیک استفاده میشه. و داروهای ضد ویروسی که اگر فرد سابقه در از تبخال داره، معمولا قبل و بعد از تزریق داروهای ضد ویروسی بهش تجویز میشه. مراقبت بهداشت دهان و دندانتون بعد از تزریق ژل لب خیلی مهمه، چون میتونه تاثیر مستقیمی رو روند بهبودتون بذاره. نکته بعدی این هستش که زمانی که شما میخواییم بخوابین تحت شرایطی، به لبتون نباید فشار وارد بشه تا حفظش در از لبتون کاملا حفظ بشه. لب شکلش تو 24 ساعت اول که کمپرس آب سرد میذارید و اوکی هستش، 3 تا 5 روز اول فعالیت سنگین نمی کنید، 1 هفته بعدش میتونید ورزشتون رو به صورت آهسته شروع کنید و دیگه پروسه ادامه دار میشه تا زمان این که حالا لبتون فرمش رو شکل بگیره و کبودی و التهابش بخوابه. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید ویدیو رو، برای دوستانتون بفرستید و هر سوالی داشتید تو قسمت کامنت از من بپرسید.